سلام بر شما که در شامگاه سه‌شنبه اول مرداد 1398 خورشیدی برابر با 23 ژوئیه 2019 میلادی به تماشای برنامه چشم‌انداز نشسته اید. من علی خردپیر امشب هم اجرای این برنامه رو در یک ساعت پیش رو بر عهده دارم. به چشم‌انداز خوش آمدید. در نیمه اول این برنامه به همراه دو میهمان نگاهی خواهیم داشت به موضوع راهکارهایی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف خود در نظر دارد. شماری از براندازی سخن میگویند و شماری دیگر اصلاحات درون نظام سیاسی را راه حل میدانند. برخی میگویند که برای بهبود وضع داخلی باید رابطه ایران و آمریکا برقرار شود. عده‌ای دیگر هم خواستار فشار حداکثری آمریکا به مقامات ایران هستند. این موضوع رو از طریق شبکه اجتماعی توییتر با مخاطبان برنامه در میان گذاشتیم. 68% تغییر نظام سیاسی، 12% اصلاحات درون نظام و 19% هم مداخله قدرت‌های خارجی رو راه حل دانستند. خوش آمد میگم به هوشنگ امیراحمدی، استاد ممتاز دانشگاه راتگرز در نیوجرسی، و امیر حسین اعتمادی، فعال سیاسی عضو فرشگرد. آقای امیراحمدی، پرسشی رو باهاتون در میون میگذارم که میخوام پاسخش رو بعد از شما از آقای اعتمادی هم بشنوم. خیلی کوتاه به عنوان مقدمه، براندازی جمهوری اسلامی ایران آری یا نه؟ آری، ولی باید خود این مفهوم براندازی خوب تعریف بشه. متاسفانه یک تعریف درستی از کلمه براندازی داده نشده و اصلا معلوم نیست مخالفین نظام چی رو میخوان براندازی کنن. عرض کنم 300 هزار نفر روحانی، 200 هزار نفر بسیجی، عرض کنم 300 هزار نفر امنیتی، 145 هزار نفر سپاهی، عرض کنم یک ارتش 400 هزار نفره، 4-5 میلیون حزب اللهی، آخه کدوم و چی کار میخوام بکنن؟ آخه این متاسفانه بحث براندازی بحث لوسی شده و هر کی از راه میرسه میگه من براندازم. خب براندازی، ولی به من بگو ببینم اولا چی رو میخوای براندازی کنی و بعد چگونه میخوای اونا براندازی کنی. و مشکل اینجاست. ضمناً بگم من فراموش کردم، میخواستم سلام بگم طرف خدمت شما و شنوندگان و همچنین آقای اعتمادی عزیز. من ایشونو همین چند روز پیش در واشنگتن دیدم، در خدمتشون بودیم در اعتراضات نیاک و من خیلی خوشحالم که با ایشون هستم سر این برنامه. بسیار خوب آقای اعتمادی، بشنویم پاسخ شما رو. منم سلام میکنم به شما آقای امیراحمدی و همین بینندگانتون. قطعا آری به براندازی، یعنی فکر میکنم از دستکم ده 96 به این سو ما اساسا دستبندی های سیاسی در ایران به کل تغییر کرده. یا شما برانداز هستید یا نگهدار جمهوری اسلامی. و در مورد اینکه این براندازی به چه صورت هم بخواد انجام بشه، دستکم من و شبکه فرشگرد که من عضوی ازش هستم، از براندازی مدنی، یعنی براندازی از طریق جنبش‌های خشونت پرهیز، از طریق نافرمانی مدنی دفاع می‌کنیم و این رو در واقع ترویج می‌کنیم. و اینکه چه چیزی باید براندازی بشه، فکر نمی‌کنم خیلی سوال دشواری باشه. ما از براندازی یک ساختار سیاسی صحبت می‌کنیم، از براندازی یک رژیمی که در اون بر اون کشور حکومت می‌کنه صحبت می‌کنیم. این اتفاق قبلا در اروپای شرقی افتاده، در آفریقای جنوبی افتاده، در کشورهای مختلفی افتاده، در همین سالهای اخیر، در همین ماهای گذشته در چند تا کشور آفریقایی ما شاهد براندازی بودیم. یک معمای خیلی پیچیده ای نیست. وقتی میگیم براندازی، یعنی براندازی اون ساختار سیاسی با استفاده از روش های خشونت پریز. بسیار خوب آقای امیراحمدی. آقای اعتمادی میگویند که ما در مورد افراد حرف نمیزنیم، در مورد یک ساختار سیاسی، در مورد نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران حرف میزنیم. شما اشاره کنید به تعدد نیروهای حکومت. درسته، باید خب نظام سیاسی رو برانداخت. به سوال اما اینه که این نظام سیاسی چیه، کیه؟ بذارید من اول یه مثال بهتون بزنم. در سال 1357 مردم رفتن تو خیابون علیه شاه فقید. بعد شاه
یک سباک داشت، گارد جاویدان داشت، ارتش 400,000 نفره داشت، یک دربار قوی با تمام نخبگان و غیره. ولی مردم تو خیابونا میگفتن شاه باید بره. چرا؟ برای اینکه به درستی فهمیده بودن که اگر قرار نظام شاهنشاهی رو سرنگون بکنن باید با شاه شروع کنن. و همین اتفاق هم افتاد. وقتی که شاه فقید کشور رو ترک کرد، اون سواک و ارتش و گارد و تمام نخبگان و درباری ها در رفتن و یا سقوط کردن. در مورد جمهوری اسلامی بازم ما باید به یک تعریف دقیقی از نظام برسیم. نظام در جمهوری اسلامی یک نظام مذهبیه، تیوکراتیک، یعنی اون نظامی که کلیسا در قرن 12-13 در اروپا داشت. این نظام، صاحب این نظام یه عده روحانی هستن، صاحب این نظام مذهبی های عادی نیستن که مثلا حزب اللهی یا فرض کنیم که سپاهی یا غیر. نظام تیوکراتیک در رأسش و صاحبش آخوندها هستن. در ایران این آخوندها حدود 200 نفرن. یعنی در واقع نکته‌ای که من دارم اینه که اون موقع ما یه شاه داشتیم، امروز ما 200 تا شاه داریم. برای اینکه سیستم هایرارکی، سلسله مراتبی شیعه افقیه. یعنی شما معتقد هستید که قدرت آقای ابراهیم رئیسی، جناب آقای امیر احمدی، اگر صدای منو میشنوید اجازه بدید گفتگو کنیم با هم. شما معتقد هستید که قدرت ابراهیم رئیسی در رأس قوه قضاییه برابر هست با قدرت ولی فقیه؟ نه، اینا همشون، ببین در ایران واقعا این قدرت پخشه. آقای خامنه ای یک ذره سرش بالاست، ولی آقای خامنه ای اگه رئیسی رو نداشته باشه، اگر آقای روحانی رو نداشته باشه، مصباح یزدی رو نداشته باشه، شورای نگهبان رو نداشته باشه، مصلحت نظام رو نداشته باشه، خبرگان رهبری رو نداشته باشه، امام جمعه ها رو نداشته باشه، نمیتونه هیچ کاری بکنه. بسیار. ایشون کاری نمیتونه بکنه. ایشون از طریق این نهادها و این ساختارهاست که حاکمه. به این ساختارها هم بدون استثناء در دست و کنترل روحانیون طراز اول کشورن، همون 200 نفری که ما میگیم. ما اعتقاد داریم اگه این 200 نفر رو ما بتونیم از نظام سیاسی کشور خارج کنیم، نظام تیوکراتیکی که الان حاکمه بر ایران سرنگون میشه. بسیار خوب آقای اعتمادی، بفرمایید. ببینید، در ایران اینطوری نیست که شما یک ساختار دموکراتیک داشته باشید که اون حالا آخوندهایی که آقای امیر احمدی میگن، و من البته معتقد نیستم که فقط آخوندها مشکل ما هستن، برخلاف ایشون، اونها قدرتشون رو مثلا از مردم بگیرن و بعد اون قدرت رو تفویض کنن حالا به شخص رهبر و خامنه ای یا هر کسی که اونجا نشسته. اینجوری نیست، کاملا برعکسه. یعنی اصلا در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی حتی شخص رئیس جمهوری که در همون انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی مردم میرن رأی میدن، او رو هم باید رهبر تفویض کنه. تمام این امامان جمعه، تمام این آخوندهایی که آقای امیر احمدی میگه، اینها مؤسساتی دارن. اون مؤسسات همشون وصلن به در واقع اون دفتر رهبری، همشون رو باید دفتر رهبر تک تک تایید بکنه. این انتصاباتی که مخصوصاً اخیراً داره خامنه‌ای بیشتر هم انجام میده، که آخوندهای قدیمی رو داره کنار میگذاره، جوان‌تر رو میاره، خودش تایید میکنه حرف من رو که این اون آخوندا نیستن، مصباح یزدی نیست. ببین، مصباح یزدی رو خیلی راحت کنار میگذاره. در یک انتخابات باز فرمایشی در مجلس خبرگان شما دیدید که چطوری مصباح یزدی رو کنار گذاشت. شخص خامنه‌ای این کارو کرد. افرادی رو که مورد تایید مصباح بودن از فیلتر شورای نگهبان حتی رد نکرد، از جمله امام جمعه تهران رو. آقای صدیقی رو شما نگاه کنید، کی رد کرد در انتخابات خبرگان گذشته؟ یعنی این کاملا همه چی رو میچینه آقای خامنه ای با اون دفتری که داره. و من کاملا مخالفم به آقای امیر احمدی که این آخوندها هستن که قدرت دارن و خامنه یکم بالاتر. نه، کاملا برعکس. اون چیزی که اینا میگن عمود خیمه نظام رهبریه، کاملا از نظر ساختار سیاسی حرف درستیه. خامنه ای که مثل یک نخ تسبیح اینها رو همه رو نگه داشته، راحت برکنارشون میکنه، راحت منصوبشون میکنه. بنابراین شما اگر بتونی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی رو پایین بکشی، در واقع تمام اون آخوندهای دیگه، نظامی های دیگه، همشون مثل این دونه های تسبیح همه فرو میپاشه، همشون پخش و پلا میشن.
در این حال سوالی که باید از آقای امیراحمدی پرسید که شما حالا به فرض محال که حرف شما درست باشه که شما 200 آخوند داری باید اینا رو بذاری کنار، که من کاملا مخالفم، گفتم این ساختار فقط آخوندی نیست، اما شما فکر کن می‌خواید 200 رو بذاری کنار که به قول خودتون پالایش بکنی یه تغییر نظامی که مورد دلخواه شماست اتفاق بیفته، چه جوری می‌خواید این کارو بکنید؟ روشتون چیه برای کنار گذاشتن اون 200 آخوند؟ بسیار خوب، اجازه بدید پاسخ رو از آقای امیراحمدی بپرسیم. مضافه بر اینکه آقای امیراحمدی پیش از اینکه بگید چگونه میخواید این 200 روحانی رو کنار بگذارید، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد نقل کرده از شما در توییتر که امیراحمدی مخالف انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نیست. شما گفتید آری به براندازی، آیا این صحبت رو تایید میکنید؟ نه ببینید، ایشون حرف خودشون میزنه، من نه تایید میکنم نه تکذیب، ما که اینجا نیومدیم دیگران رو تکذیب و تایید کنیم. نه من در مورد شخص شما دارم آقای امیراحمدی سوال میکنم. جواب سوال من شما رو از همون اول دادم. پس شما میگویید که مخالف انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هستید؟ ببین شما نمیتونی مخالف جمهوری اسلامی و نظام اسلامی نباشی و بعد سرنگونی 200 نفر رو بخوای. ببینید من اصلا نظام رو و جمهوری رو تعریف من اینه که یک سیستم تئوکراتیکیه که دست 200 نفر روحانی تراز اوله، تمام شد و رفت، بقیهش داستانه. درست زمان شاه هم شاه همه کاره بود، بقیه داستان بودن و تاریخ هم همینو نشون داد. ببینید یک نکته که بگم آقای اعتمادی، من هیچ کدوم از حرفایی رو که آقای اعتمادی زد و باش مخالفتی ندارم، من اصلا چیز دیگه هم نگفتم. آقای خامنه ای هم یکی از اون 200 نفره برا من، هیچ فرق نمی کنه. فرق من با آقایان اعتمادی و دوستان دیگه اینه که اینا فکر میکنن اگر خامنه ای رو بردارن سیستم فرو میریزه. بنده میخوام بگم نه، فرو نمیریزه. آقای خامنه ای رو کنار میذارن، بعد آقای رئیسی رو میذارن جاش. آقای خمینی رفت، آقای خامنه ای اومد. من میخوام بگم که این نظام وقتی میره، این نظام تئوکراتیک که حداقل 200 نفر از اینا رو بتونه آدم اخراج کنه از سیستم سیاسی کشور. حالا چگونه باید این کارو کرد؟ خب ما توی طرح آبان، سازمان آبان یه طرح گذار خیلی مشخص رو میز برای مردم ایران گذاشته و روی هم تو تلگرام آبان، آبان ات آبان اورگ و هم روی وبسایت آبان www.abanorg.com این طرح اومده. ببینید ما عرض کردیم ما برنامه‌مون 4 تا مرحله داره، مرحله گذارمون. در مرحله اول مرحله توهم زدایی از نیروهای طرفدار حکومت هست در رابطه با این 200 نفر. ببینید این 200 نفر میگن ما صاحب انقلابی، ما انقلابی هستیم و اومدن میگن که بله شما باید از ما حمایت کنید برای اینکه ما هنوزم همونایی هستیم در انقلاب 57 به شما گفته بودیم هستیم. ما میگیم که نه خیر، اینا دیگه انقلابی نیستن، این نیرو ضد انقلابه، اینا طرفدار عدالت نیستن، طرفدار استقلال نیستن، طرفدار آزادی نیستن و غیره و غیره. به جامعه غیر سالم، غیر اسلامی به اون معنای که خودشون هم میخوان درست کنن درست کردن. بنابراین ما داریم با سپاهی ها حرف میزنیم، با روحانیون حرف میزنیم، با حزب الله یا با عماریون، با مردم عادی در همه طبقات اجتماعی، طبقات متوسط، دانشگاهی و غیره، که به اینا بگیم بابا این توهمه که این حکومت انقلابیه، نمیدونم اسلامیه و حزب الله ها حرف شما رو آقای امیراحمدی خواهند پذیرفت. نه ببین جان، و حزب الله ها حرف شما رو خواهند پذیرفت که روحانیون بنده الان که در خدمتون هستم با عماریون صحبت میکنم، با خیلی مدافعین حرم عرض کنم، با جان ایثارگرا، با آزاده ها دارم حرف میزنم. خیلی ها قبول میکنن، خیلی ها هم نمیکنن. اکثر اینا هنوزم خط قرمزشون آقای خامنه ایه. و شما قبول دارید آقای امیراحمدی که کمتر اشاره میکنید به آقای خامنه ای؟ بله؟ متاسفانه شما گوش نمی کنید به پرسش های من. آیا قبول می کنید که به آقای خامنه ای کمتر اشاره می کنید به جایگاه ولی فقیه که من نشنیدم؟ نه من خیلی مرتب داریم، ما توی خود بیانیه خود ما مشخص از شخص آقای خامنه ای
به اسم یاد میکنیم، یعنی اسمش هم حتی میاریم توی اون بیانیه، تنها کسیه که با اسم باش برخورد میکنیم. ما توی این بیانیه میگیم در مرحله اول، بنابراین مرحله توهم زداییه، و اینکه ما به مردم بگیم این حکومت، این آخوندها دیگه اون کسانی نیستن که شما میخواستید، اینا باید برن. در مرحله دوم ما همزمان داریم مردم رو میریزیم تو خیابون. ما هیچ مشکلی با اون برنامه میلیون میدونی فرشگردان نداریم، ما خیلی هم خوشحال می کاش بتونن بیارن. بنده هم همین الان میگم پشت سرشون هستم، اگه بتونن بیارن حتی 100,000 تاش هم من قبول دارم بیاریم، من هیچ مسئله باش ندارم و فکر میکنم که باید بیاریم. من مشکلی که دارم با این آقایون اینه که اینا فکر میکنن که نافرمانی و مدنی و نمیدونم صلح طلبی و از این حرفا. انقدر شما نمیتونی یه خونه ای رو جارو کنی خاک گرد خاک بلند نشه. من فکر کنم پرشگردی ها باید فتیله یا اون نافرمانی مدنی و نمیدونم صلح طلبی و اینا رو یه ذره بیارن پایین. ممنونم آقای امیر احمدی. در فرصت که باقی هست آقای امیر اعتمادی هم اگر مردم اومدن تو خیابون بل. اگر مردم اومدن تو خیابون و حکومت خواست نیروهای سرکوب چو بیاره، ما اون وقت میریم با نیروهای سرکوب صحبت میکنیم، دست گل هم میذاریم، گل یه خاشاخه گل هم تو تفنگشون میذاریم. بسیار. میگیم شما پشت به مردم نکنید، پشت به این نیروها بکنید. ببینید یک مبارزه است، آخر این خط ممکنه بیه انقلاب عظیم توده‌ای منتهی بشه. ما حد منده همیشه میگم بنده هیچ ترسی نه تنها از انقلاب ندارم که تصادفا خیلی هم طرفدارشم. بسیار خوب، اجازه بدید آقای اعتمادی هم در این برنامه ابراز نظر کنه. آقای امیر احمدی ممنونم. آقای اعتمادی بفرمایید. ببین یک نکته رو من فقط نسبت به بخش اول صحبت‌های آقای امیر احمدی بگم، این که گفتن که ما فکر می‌کنیم خامنه‌ای رو فقط باید کنار بذاریم و بعد اتفاقی که می‌افته اینه که مثلا آقای رئیسی میارن جاش می‌ذارن. نه، ما داریم در مورد ساختار سیاسی صحبت می‌کنیم. منتها فرقی که هست اینه که این ساختار سیاسی تا حد زیادی وصل به شخص خامنه‌ای و رهبر جمهوری اسلامی، دفتر رهبر جمهوری اسلامیه. ما تصور نمی‌کنیم که مثلا اگر ما بتونیم در رأس ساختار سیاسی و اون هرم قدرت رو در واقع بتونیم هدف بگیریم و بهش ضربه بزنیم، اون وقت حالا اون آخوندهایی که حالا تو شهرهای دیگه هستن، امام جمعه ها یا نماینده‌های خامنه‌ای، اونها بتونن ساختار رو حفظ بکنن. اونها خیلی ضعیف‌تر از این هستن که بتونن ساختار رو حفظ بکنن. یک فرق دیگه اینه که ما فکر می‌کنیم در رأس نیروهای نظامی، رأس سپاه، رأس بسیج افراد قابل اعتمادی نیستن که بشه با اونها وارد مذاکره شد و اونها خودشون هم در واقع نگهدار این سیستم هستن. در اینکه در بدنه سپاه، در بدنه نیروها، حتی اون حزب الله باید باهاشون صحبت کرد. من با آقای امیرحمدی کاملا موافقم، هیچ ایرادی نداره آدم باید در تمام قشرهای جامعه از همه گروه‌های سیاسی فکری شروع کنه به یارگیری. این هیچ ایرادی نداره. در مورد میدان میلیونی هم که گفتن، خب خوشحالم که ایشون همراه هستن با این داستان. ببین مسئله صلح طلبی و خشونت پرهیزی، وقتی ما میگیم که استراتژی ما خشونت پرهیزی، یعنی ما شروع کننده خشونت نیستیم، مردم شروع کننده خشونت نیستن و این در واقع هم تاکتیک هم استراتژی، به این دلیل که میتونه مردم رو در مقیاس بزرگ، مقیاس زیادی مردم رو به خیابون‌ها بیاره. یعنی اگر شما بخواید مردم بگید که راهی جز مبارزه مسلحانه، احتمالاً ایده خیلی کمی با شما همراه میشن. خیلی خوب آقای اعتمادی، ولی سوال این هستش که هم در رابطه با شما و هم در رابطه با آقای امیر احمدی، چگونه میتوان از امریکا در واقع این نسخه رو تجویز کرد، یا به عبارتی چه تضمینی وجود داره که مردم داخل گوش کنند به فرمان شما، چه این فرمان مبتنی بر اعمال خشونت باشه چه نه بدون خشونت؟ این سوال شما برمیگره به این نگاه که شما فکر میکنید مردم مثلا یه عده آدمایی هستن که چشم و گوش بسته هستن و باید به فرمان یه عده دیگه گوش بدن. نه، ما اینجا نقشه به حال در فضای آزاد زندگی میکنیم، دسترسی به رسانه ها داریم، شاید خیلی از مردم که در داخل هستن همین حرفای ما رو بخوام بزنن ولی امکانش رو نداشته باشن، کما اینکه اینطور هست. من نمیدونم، احتمالاً آقای امیر احمدی هم با خیلی در داخل ایران پیام میگیره، ما هم خیلی در روز شاید صدها نفر، هزاران نفر به ما پیام میدن و تشویقمون میکنن، به اون ایده میدن، نظر میدن، شرایط جامعه رو برای ما توضیح میدن، توصیف میکنن. این شبکه‌های اجتماعی، این ارتباطاتی که وجود داره، واقعاً این دیگه داخل و خارج رو از بین برده. ما در از فضای آزادی که استفاده میکنیم،
اطلاعاتی که داریم، به هر حال مطالعاتی که کردیم در این زمینه، سعی میکنیم اون داشته هامون رو مردم ایران بگیم. مردم صغیر نیستن، مردم خودشون عقل دارن، شعور دارن، تصمیم میگیرن که آیا این حرفایی که ما میزنیم، اطلاعاتی که بهشون میدیم، راهنمایی که میکنی به درشون میخوره یا نه. تمام یعنی در داخل کشور شما فکر میکنید این اطلاعات و آگاهی وجود نداره و ایرانیان خارج از کشور باید مخاطب قرار بدن ایرانیان داخل کشور رو؟ توضیح دادم آقای خیرتپیر، گفتم در داخل ایران، ما خودم گفتم خیلی از این اطلاعاتی که ما میگیریم بر اساس اون داده هایی که از داخل ایران به ما میرسه. گفتم در داخل ایران اون آزادی وجود نداره که افراد مثل من خیلی راحت بتونن بیان اینجا بگن که باید براندازی کرد. شما چند نفر رو پیدا میکنید که راحت در داخل ایران بیاد پشت دوربین بشینه و بگه باید این کارو کرد، این کارو کرد؟ آیا اعتمادی با گفتن باید براندازی کرد، براندازی صورت میگیره؟ نه قطعا. من که نمیگم با گفتن، میگم من تمام صحبتم اینه که باید از طریق روش‌های خشونت پریز که یک علمه، این یک چیزیه که تدریس میشه و اتفاقا خیلی پیچیده نیست، نیاز نیست که 100% مردم، 90% مردم، 80% مردم درگیرش بشن. شما با درگیر کردن بین 3-5% مردم در مبارزات خشونت پریز میتونید این شبکه رو به جایی برسونید که استارت یک براندازی در واقع زده بشه. و این اتفاقی که در خیلی جا افتاده، به هر حال من خوشحالم که شما این فرصت رو ایجاد میکنید که بشه درباره اینا صحبت کرد. حالا میدونم که بعضی از سوالای شما هم برای اینه که و من شراحت واضح‌تر در واقع نظرم بتونم بگم. ممنونم. آقای امیر احمدی، آیا شما معتقد هستید که باید با سپاه متحد شد؟ من نقل قولی رو از شما میخوندم که به صراحت گفته بودید برای کنار زدن این روحانیون، این که شما دویستن میگویید هستند، باید با سپاه پاسداران متحد شد. این رو میشه یه آریا نه به من بگید؟ من پرسش دارم. ببینید حرفمون، خب این ذره نقل قولش مشکل داره، ولی تقریبا حدودا همینه. نه به عنوان متحد شد که باید سپاهی ها طرف مردم باشن. ببینید من اعتقاد دارم که نه فقط سپاهی ها، که نیروهای نظامی کشور، اینا تفنگ دستشونه، اینا قدرت دارن، اینا خدا نکنه در یک جریان قیام مردمی در مقابل مردم قرار بگیرن، اون وقت ما سوریه رو داریم، ما آدم کشی داریم. آیا امیر احمدی، آیا اشتباه میکنم که تقریبا تمامی اشخاصی که خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی میدونند مدام دعوت میکنند از نیروهای نظامی که اسلحه زمین بگذارید، به روی مردم اسلحه نکشید؟ پرسش بر سر این هست که برای اون گزاری که شما ازش صحبت میکنید، برای اون مدل براندازی که شما ازش صحبت میکنید، با سران سپاه چه میکنید؟ آیا وارد نوعی دوستی میشید برای کنار زدن روحانیت؟ اولا بگم که این دوستانی که میگن نمیدونم نظامیات تسلحهشون رو بذارن کنار، بهش میده اینا تو خیالن، تو خوابن. اصلا ایران امروز یک ایران دیگریه، هیچ مقابل مقایسه با حتی زمان شاه و یا با کشورهای اروپای شرقی نیست. یک جامعه بسیار خشنیه، جامعه هنوزم نیروهای انقلابی اسلامی معتقد توش قوی‌اند، قدرت دارن و معتقدن به یک جریانهایی. نکته که ما داریم این نیست که سپاه رو ما بگیم تو برو کنار، ما میریم مملکت رو میگیریم، بعدم ببینیم با تو میخوایم چیکار کنیم. بعد سپاه باید دیوانه باشه، نظامی ها باشه کلشون رو خر خورده باشه که بیان به من امیر احمدی اعتماد کنن، توپکشو بذارن کنار. نه، ما به اینا میگیم شما شریک ما هستیم، با این تفاوت که مردم و ما جلوی شما هستیم، نه پشت سر شما. ما تمام حرفمون اینه که نیروهای مردمی و آبان به عنوان رهبر اون جریان جلوی این جریان قرار میگیره، سپاه نیروهای نظامی رو هم پشت سرش میذاره، این آخوندها رو بیرون میکنه و بعد یک کمیته اقدام ما داریم در چارچوب این فکر، یعنی چیز خیلی منسجمی میداریم. کمیته اقدام تبدیل میشه که این کار میخواد بکنه، تبدیل به حکومت موقت میشه. در این حکومت موقت ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت که نیروهای نظامی و سپاهی همراه مردم ایران باشند تو اون حکومت، برای اینکه مرحله گذار و بعد از گذار یک مرحله بسیار در ایران مشکلی خواهد بود. نیروهای مختلفی هستند، تجزیه طلب داریم، خشونت طلب داریم، جنگجو داریم،
جامعه به هم میریزه، بسیار فرو خوب. میریزه. آقای امیر احمدی، چیز آقای امیر احمدی، فرصتمون رو به پایانه. چگونه بله. میتوان در آمریکا بود و گفت که ما در دوران گذار میخوایم در حکومت موقتی که به وجود بیاد سپاه رو هم شریک قدرت بدونیم که جامعه به هم نریزه؟ نیروهای نظامی رو برای اینکه ما سپاه جزو نیروهای نظامی ایران محسوب میشه و از سوی آمریکا هم سازمان تروریستی نامیده شده. بابا اون مشکل امریکاست. با شما در امریکا زندگی می‌کنید، شما شهروند امریکا هستید آقای امیر احمدی. بنده تو همین امریکا، بنده تو همین امریکا روی تلویزیون امریکا گفتم که سپاه تروریست نیست. ببین من مسئله ندارم، من با امریکایی‌ها 35 سال درونشون زندگی کردم، از رئیس جمهورش، وزیر دفاعش، وزیر امور خارجه‌اش تا دانشجوهای کلاسم با اینا کار کردم. وزیر دفاعش خونه من بوده. امریکایی ها منو میشناسن، من دارم چه کار میکنم. شما نگران من توی امریکا نباشید، من با اینا 35 سال زندگی کردم، در سیاست 45 سال تو این کشور هستم، میدونن من دارم چی میگم. به نظر من امریکا بزرگترین اشتباهشو وقتی کرد که سپاه رو روی لیست تروریست ها گذاشت. سپاه امریکا باید با سپاه کار میکرد، با نیروهای نظامی کار میکرد، روحانیون رو اخراج کنه. دوستان عزیز، اونی که حاکمه، اونی که صاحب این نظام تیوکراتیکه، سپاه نیست. سپاه یا عامله، مثل ارتش شاه. بسیار خوب، اجازه بدید ببینیم آقای اعتمادی هم مثل شما فکر میکنن یا نه. آقای اعتمادی، شنیدید و میدونید که تحلیل هایی هم وجود داره به ویژه در داخل ایران که اساسا میگویند نظام جمهوری اسلامی ایران به نوعی نظام پادگانی هست و وقتی که بحث میکنن در مورد قدرت سپاه، چقدر نظر شما با نظر آقای امیر احمدی نزدیک هست؟ خب این که سپاهی ها به ویژه قدرت دارن و در واقع سپاه یک بخش مهمی از اقتصاد کشور، سیاست کشور، اسلحه، همه اینا رو داره، این خیلی مسئله مهمیه. اما این غیر ممکن نیست که شما حتی یک نیروی نظامی پرقدرت رو که ثروتمند هم هست کنار بگذاری، این با استفاده از قدرت مردم، یعنی این که ما تاکید میکنیم مردم در مقیاس بزرگ باید به خیابون‌ها بیان، این در واقع یک هدفش اینه که شما نیروهای نظامی رو در واقع وادار بکنید. این با خواستن فقط اتفاق نمیفته، اونها باید وادار بشن که از اسلحه در مقدار اندازه بزرگ استفاده نکنن. من با آقای امیر احمدی در یک حد گفتم قبل‌تر، در یک حدی موافقم که شما باید اون بدنی سپاه، یعنی اون کسایی رو که عامل سرکوب هستن بتونید جذب کنید، اما سران نیروهای نظامی، اونایی که سران مخصوص سپاه هستن، من با ایشون مخالفم. اونها به نظر من قطعا تروریست هستن، اونها جنایتکارن و باید در دادگاه عادلانه حتما محاکمه بشن. بسیار خوب آقای امیر احمدی، آیا شما هرگز معتقد بودید یا حتی فرضتون رو بر این گذاشتید که روزی سپاه بخواد به نوعی کودتا بکنه و این دوران گذاری که شما ازش صحبت میکنید در واقع تسهیل بشه؟ ببین هر احتمالی وجود داره. آره، ما به اصطلاح یکی از پیشبینی هامون اینه که به احتمال زیاد اگر جنگی درگیر بشه بین ایران و امریکا یا انگلستان، سپاه قدرت بزرگی خواهد شد و اولین کاری که خواهد کرد احتمالاً یک کودتا داخل کشور میکنه، به قول خودش ستون پنجمش رو نابود میکنه و بعد وارد یک میدون دیگه میشه. ببین من بهتون یه چیز جالبی بگم، امریکا طالبان رو تروریست اعلام کرده ولی داره باش مذاکره میکنه. همین الان که داریم صحبت میکنیم داره با طالبان مذاکره میکنه. این امریکا با تروریست ها هم مذاکره میکنه، اینو فراموش نکنید. اینکه امریکا سپاه رو تروریست اعلام کرده، دنیا زیر رو نشده. نکته دوم، من با حرف آقای اعتمادی موافقم، در درون سپاه نیروهای بسیار بسیار بدی مخصوصا در رده های بالاشون هست، ما با اینا کار نخواهیم کرد. اینا نیروهایی بودن که دزدن، یه عده‌شون قاچاقچی هن، همه جور. اما سپاه در مجموع به نظر من یک نیروی مردمیه که این آخوندها باعث شدن اینا در مقابل مردم قرار بگیرن، به یک چهره بد درست کنن. این آقایونی که میگن دولت پادگانی، اینا همون اصلاح طلبای شارلاتان هستن که سال هاست مردم رو اسیر این بد و بدتر کردن. آقای امیر احمدی، خود شما در سفرهایی که به تهران پیشتر داشتید با نیروهای اصلاح طلب در ارتباط بودید،
چه شد که شما به این نشه رسیدید که امروز عده‌ای که با شما همراه بودن، با شما گفتگو میکردن، امکان سفر شما رو فراهم میکردن به ایران، امروز شدن شارلاتان؟ ببینید، اولا همچی چیزی نیست. ببینید، شما اطلاعات غلط دارید. بنده از 8 سال حکومت آقای خاتمی 7 سالشو در تبعید بودم. با اونی که منو در تبعید نگهداشت شخص آقای خاتمی بود و دوست عزیز خودم آقای کمال خرازی که وزیرش بود. و من میگفتن نه یا ایران، بیای ایران، اینا این دست راستیاتو رو میکشن. بعدا هم وقتی که آقای احمدی نژاد منو برگردوند، متوجه شدم که تمام این 7 سال بی جهت نمیرفتم ایران، مشکلی نداشتم و فقط این شالاتانهای اصلاح طلب نمیخواستن من اونجا برم، برای اینکه فکر میکردن من رقیبشونم. ببینید، واقعیت اینه که اکثر ایرونیا در مورد من اطلاعات درست ندارن. مثلا همین بحث نایاک، ببین هنوزم نمیتونم به ایده بفهمونم که آقا بنده هیچ ربطی هرگز با نایاک نداشتم. فقط این آقای تریتا پارسی 8 ماه برای من کار کرد، مطالب منو دزدید برد. به اتفاق آقای هرگز ندیدم. آقای امیر احمدی، خواهش می‌کنم حمله شخصی نکنید. شما اسم میارید و اتهام دزدی میزنید. ما داریم بحث فراتر از این قضیه رو می‌کنیم. آقای اعتمادی، بشنویم نظر شما رو در مورد صحبت‌های آقای امیر احمدی و مضاف بر این که آیا شما در رابطه با مسئله تلاش برای ایجاد رابطه بین ایران و آمریکا همان قدری که از نایاک گلا دارید از آقای امیر احمدی و سازمانی که ایشون پیشتر از پدید آمدن نایاک داشتند و به وجود آوردند هم گلایه دارید؟ این مسئله فقط گلایه نیست، مسئله اینه که من نگرانم آقای امیر احمدی اگر فرصت دوباره بهش داده بشه همون کار رو تکرار بکنه. یعنی اون بخشی که برای من در واقع نگران کننده است اینه که مثلا حالا آقای امیر احمدی سر برجام کنار مونده، ولی حالا یه سر فرصت بعدی اگه سپاهی‌ها بهش پیشنهاد بشن دوباره بیاد همون کارو بکنه. این در واقع کمک میکنه به، اگر من میگم نگرانیه، من نمیخوام نه پیشبینی بکنم نه اینکه نیت خوانی بکنم، استقبال میکنم. برای اینکه من معتقد نیستم که همه از شکم مادرشون برانداز زایده شدن. خلاصه هر کسی یک جایی تصمیم میگیره به این نتیجه میرسه که این نظام به هر حال باید، این جمهوری اسلامی باید بره. و گفتم خیلی از مردم بعد از دهه 96 به این نتیجه رسیدن. اینکه آقای امیر احمدی هم به این نتیجه خیلی خوبه. امیدوارم که هیچ وقت دیگه به عنوان واسطه روابط جمهوری اسلامی و آمریکا قرار نگیرن، برای اینکه جمهوری اسلامی نشون داده که استاد عقب نشینی های موقتیه، یعنی میتونه یک مدتی و زمان بخره و عقب نشینی کنه، امتیازهایی بده، ولی دوباره برگرده در زمان مناسب از فرصت بعدی استفاده کنه و دوباره برگرده سر جای خودش. من مطمئنم که ما با قدرت مردم ایران جمهوری اسلامی رو میندازیم، اما این کمپین فشار حداکثری که فعلا بر جمهوری اسلامی اعمال شده به نظر من به مردم ایران کمک میکنه. مردم باید از این فرصت استفاده کنن. واسطه گری برای رابطه دوباره، مجدد رابطه دوباره و بهبود رابطه جمهوری اسلامی آمریکا کار رو کمی سخت میکنه. بسیار بسیار ممنونم از هوشنگ امیر احمدی استاد. عذر میخوام آقای امیر احمدی، متاسفانه فرصتمون به پایان رسیده و حتی 4 دقیقه از زمان تعیین شدن پیشتر رفتیم. امیدوار هستم با حضور هر دوی شما بتونیم این گفتگوها رو بیشتر در همین برنامه داشته باشیم. سپاسگزاری میکنم مجددا از هوشنگ امیر احمدی، استاد ممتاز دانشگاه راتکرز در نیوجرسی، و امیر حسین اعتمادی، فعال سیاسی عضو فرشگرد، که دعوت من رو برای این گفتگو پذیرفتند.